میگه جوری ما میریزه که اگه یه روز گم بشم از روی موهی ریخته شدم تو مسیر رامو پیدا میکنم. این که وصف حال توه. میگه اتاق مرتب مال آدمایی که حافظشون ضعیفه، یادشون میره چی و کجا گذاشتن، ولی ما که حافظمون قویه نباید وقتمونو برای کاری بیهوده تلف کنیم. پس چی خانوم؟ حافظم قویه، یادتون سری دایی جان دو ساعت صدام کرد کامی کامی بیا اینجا بیا اینجا، بعد که رفتم پیشش میگه کامی راستی چی کارت داشتم، بدبختی اینه که من بیچاره مجبور شدم دو ساعت بشینم پیشش حد بزنم چی کارم داشته، هرچند دیگه پیر شده دیگه طبیعیه. از تو که قرمه سبزی و با ماست میخوری که بهتره. این که چیزی نیست، بابا ما را دیدی پیتزا را با ماست میخوره. باز خوب خوردن پیتزا با نون بربری و گذاشتین کنار. اولا که باید بهتون بگم ما فقط با پیتزای ایتالیایی که نونش نازکه بربری میخوریم، ما اهل کلاس گذاشتن نیستیم مثل بعضیا که یادته مامان جونت همچین دهنشو پر میکرد میگفت دخترم برخونده برخونده انگار من بی سوادم. میشه بفرمایین الان با فوق لیسانس برق چی کار میکنی؟ اگه به جای این همه خرج کردن میشه سی برای دل مامانت آشپزی یاد میگرفتی لااقل الان یه قرمه سبزی بلد بودی بپزی. تو بی اتیکت ترین و چیست ترین آدم دنیایی. من نمیدونم موقع خواستگاری مغز چی خورده بودم به تو بله دادم. فکر کنم مغز بادوم، بعد مغز گردو میخوردی. میدونی تمام اینا نتیجه تربیت اشتباه خانوادگیته. اگه مامانت به جای حسودی کردن به زنم بودی که وقت برای تربیتت میذاش الان آدم بودی. ای بابا شما زنا چرا همش میخواین ما رو آدم کنین؟ مگه کامی چشه؟ کامی اون چشه کور شده تو واکن ببین من عصبانی ام اون وقت شوکت گرفته. خانوادگی نمیفهمین چی و کجا باید بگید. نمونهشمون خواهر جونته. اینجا گفته که به بابا بزرگم گفتم دارم برق میخونم، بهم گفت بابا جان مراقب باشید وقت عیدا اعتمادی بهشون نیست، یه وقت از اون بالا میفتی دست پات میشکنه. ببینم کسی از این راهنمودهای گرانقدر برای تو نداشت. برو بیرون به فکر جور کردن مهریم هم باش، دیگه نمیخوام ریخته تو ببینم. کتی جونم به فکر مهریه چیه؟ چرا قد عصبانی؟ یکم جنبه داشته باش کتی جون. شوخی کرد. برو بیرون. یه چیزی بگو. چی بگم؟ من الان باید آب بشم برم تو سنگ. وقتی بابا منقدر محترمانه از بابات بابت تربیت من عذرخواهی کرد، وقتی پدرت انقدر سرشکسته و نجیب برخورد کرد، دلم میخواست زمین دهن بکنه برم توش من قورت بده. الهی بمیرم برای بابام، رو سیاهش کردم. فکر کنم بابای بیچارم یه عمر پای تخت سیاه گچ خورد تا تو کله پوکه یه سری بچه بدتر از من تربیت فرو کنه، بعد من اینجوری آبروشو بردم. مامان جونه، مامان تو. خب جوابشو بده. آخه روم نمیشه، حرفای بدی زده. اینجوری که زشتره خانوم. سلام مامان جون، قربونتون برم. منو ببخشید که انقدر عروس بدی بودم. الان روم نمیشه چیزی بگم. بله الهی قربونتون برم، شرمندمون کردی. بله سلام برسونی. چی میگه مامان؟ گفتم بهت بگم برای آخر هفته مرخصی بگیری. مامان بابا همون برامون بلیط و هتل رزرو کردن، چند روز بریم مشهد تا زودتر این روزای بد و فراموش کنیم. الهی من قربونشون برم. کتی بیا آدم شیم خوبه.